نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به دوباره به تمام شما دوستای عزیزم و امیدوارستم تا یه قسمت برنامه را دیده باشین همون قسم صحتمند و پر انرژی باشین. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت کل شما دوستای عزیز. خدا کنه کلتون خوب و جور باشین و با ما و قزل جان همراه باشین. بله خدا کنه. فولیدی جان به دوستای ما باید یادآور شیم بله؟ که امروز آمدیم گزارش گرفتن در یک از مکاتب شهر کابل آمدیم و موضوع گزارش ما چی است؟ اوقات فراغت. چه قسم میتونیم اوقات فراغت ما رو سپری بکنیم؟ مثلا برنامه ریزی با برای اوقات فراغت چی هست؟ بله یار خمایی میفهم اونقدر جمجم یاد داری فولیدی خب بله. اوقات فراغت چی هست؟ اوقات فراغت یعنی بیکاری، اوقاتی که بیکار هستیم. آفرین فولیدی. خب گفتیم برنامه ریزی باید داشته باشیم. میشه برنامه ریزی تا بگی؟ برنامه ریزی خب کار نداره دیگه. ساتیری کردن، ورزش کردن، چوخه کردن، پارک رفتن، فیلم دیدن، کلش برنامه ریزیش دیگه. آی فولیدی خب به نظر ما اگه بریم نظر دوستای ما رو بپرسیم بهتر است. اون هم نظر من میباشن. خب باشم بریم نظرات دوستای ما رو میپرسیم. با ما باشین. بله باز ببینیم فولیدی چه قسمه است. آمدیم پیش دوستک عزیز ما تا ازش گزارش بگیریم، ولی اول میریم معرفیش رو میگیریم. سلام دوست عزیز، خودت به ما و به دوستک و به کلگی معرفی کن. به نام خدا، نرگس نوری هستم، دانش آموز صنف نهم. درست است نرگس جان. آل میخوایم به من خو یک جواب بدی که همه تو خوشم بیاید. درست است؟ ولی سوال خود کی قزل جان ازت پرسان میکنه. بله فولیدی اگه بانی من با نرگس جان و سلام بتون بعد بگم که اصلا سوال چیست. بله بازم فولیدی. نرگس جان ما میخوایم که در اول بر ما بگی که اوقات فراغت چی هست و برنامه ریزی داخل او چه معنی میته. به عنوان یک تعریف از اوقات فراغت میتونیم بگیم که اوقات فراغت به اوقاتی گفته میشه که انسان تمام وظایف خود را انجام میده و یک وقت یا یک مجال را برای پیدا میکنه که به فعالیت هایی که میخواید و نیاز داره رسیدگی کنه. نرگس جان تو برام گفتی که اوقات فراغت چی است. ولی حالا برام بگو که وقتی میخوایم در این اوقات فراغت ما برنامه‌ریزی بکنیم این چه معنی میده؟ برنامه‌ریزی در اوقات فراغت خب بهتر است سوال را قسمی تغییر بدیم که برنامه‌ریزی در اوقات فراغت چی هست. برنامه‌ریزی در اوقات فراغت یا اینکه چه زمان انسان میتونه برنامه‌ریزی داشته باشه در اوقات فراغت، خب با توجه به نیازها، خواسته ها و چگونگی فعالیت هایی که میتونه انجام بده یک برنامه‌ریزی و یا یک لیست از فعالیت هایی که باید انجام بده رو میتونه که به سادگی بسازه. بله پس نرگس جان این نظر به سلیقه شخصی هر کس است که چه قسم برنامه‌ریزی میکنه. بله به نام خدا، محمد امین یزدانی هستم، متعلم صنف نهم. تشکر محمد امین جان. محمد جان خودت به ما و دوستکای ما تعریف اوقات فراغت بکو. اوقات فراغت زمانی میسر می شود که ما تمام کارها و وظایف خود را انجام داده باشیم و زمانی که باقی مانده از آنها در کارهایی که ما ضعیف هستیم برای پیشرفت دادن و ترقی دادن آنها استفاده کنیم. که بعضی از افراد می باشد که اوقات فراغت خود را بدون برنامه ریزی سپری می کند که باعث می شود تا اوقات فراغت آنها بسیار با خستگی و بدون کدام لذتی سپری شود و بعضی از افراد است که تمام اوقات فراغت خود را با برنامه ریزی و با فعالیت بسیار فعال سپری می کند که باعث می شود تا آنها انرژی زیاد داشته باشد، باعث به وجود آوردن شور و اشتیاق، باعث به وجود آوردن خلاقیت و باعث این میشود تا به وجود بیاید تا در آنها حس مفید بودن در آنها به وجود بیاید و آنها را دور میکند از حس بسیار ناخوشایند و آزاردهنده ای که مثلا ما بیکار هستم و یا ما هیچ فایده ای به دیگران رسانده نمیتوانم. پس از صحبتایی که تو کردی ما میفهمیم که برنامه ریزی در اوقات فراغت 100% است. درست است؟ بله برنامه ریزی یک از عاملای مهمی میباشد که باعث میشود تا وقت ما از وقت خود به صورت درست استفاده کنیم و وقت ما ضایع نشه. دوستکای عزیز از دوستای ما درباره اوقات فراغت پرسان کردیم. حالا ما اومدیم پیش دوست بعدیگه ما اول معرفیش میگیریم. سلام دوست عزیز. به نام خدا. سلام زینب عطایی هستم، معلم صنف هفتم. درسته زینب جان؟ زینب جان میفهمی که موضوع گزارش ما این هست که چه قسمی میتونیم اوقات فراغت ما رو خوب بگذرونیم، یعنی که اوقات فراغت چه قسم هست. پس میخواییم خودت بر ما بگی که اوقات فراغت رو چه قسمی میخوای استفاده بکنیم.
ما باید تلاش کنیم تا اوقات فراغت خود درست تقسیم بندی کنیم که این تقسیم بندی ها باعث شادی روح و روان ما شوه و خطاها و ناقصی هایی که در کارهای ماست اینا از بین بره. مثلا خودم شخصا مطالعه می کنم در وقتای بیکاری خود، به خاطر که سطح آگاهی خود بالا ببرم فیلم می بینم، فیلم های آموزشی و مناسب سن سالم، و ورزش می کنم، ورزش های مثل والیبال، فوتبال و غیره. و دیدی جواب مرا داد؟ جواب تو را داد؟ بله، تشکر زینب جان که بر ما گفت میخوای اوقات فراغت خودت چه قسمی استفاده بکنه. تشکر زینب جان، بریم طرف دوست بعدی ما. رسیدیم پیش دوست دیگر ما، ولی اول میره معرفیش میگیریم تا ما و شما تا کلگی ما باش آشنا شویم. سلام دوست عزیز، خودت به ما و دوستکو به کلگی معرفی کو. به نام خدا، نام ما اسماء عباسی هست، متعلم صنف هفتم. درست است اسماء جان؟ از مجرم ما زینب جان شنیدیم که چقدر میخوای اوقات فراغت خود استفاده بکنه. حالا میخوایم که بر ما بگیم ما چقدر میتونیم که اوقات فراغت ما رو سپری بکنیم. خب اوقات فراغت اوقاتی هست که ما مثلا در زمانی که ما کار داشتیم نمیتونیم به موضوعاتی که ما علاقمند هستیم اونا رو انجام بدیم. اوقات فراغت اوقاتی هست که ما موضوعاتی که ما به اونا علاقه داریم اونا رو انجام دهیم. خب ما مثلا یک شخص هست که زیاد دوست داره کتاب بخونه و یک کتاب مورد علاقه خود را انتخاب میکنه و این وقت نداره که این کتاب مطالعه کنه و در همین زمان فراغت این میتونه همین کتابی را که دوست داره همین را بخونه. و همچنان در اوقات فراغت ما میتونیم کارهایی را انجام بدیم که هم باعث ازی شود که اوقات فراغت ما خوب تیر شود و ما از اوقات فراغت خود لذت ببریم و همچنان ما به چیزهایی که مشکل داریم، به مزامینی که در مکتب مشکل داریم، میتونیم در این اوقات فراغت اونا را همون مشکلات خود را حل کنیم و میتونیم که در اوقات فراغت ورزش کنیم. ورزش کردن در کلاب یا پارک باعث میشه که بدن ما سالم باشه و همچنان میتونیم ما یک چیز جدید را یاد بگیریم. در اوقات فراغت ما باید به دنبال چیزهای جدید برویم و در هنگام فراغت ما میتونیم که به آغوش طبیعت برویم. مثلا ما میتونیم در طبیعت بازی کنیم که باعث از این میشه که روان و جان ما، روح ما بسیار خوشحال باشه و در زمان فراغت ما میتونیم که در جایی که زندگی میکنیم اونجا را پاکاری کنیم. مثلا در خانه یا موتر که مربوط ما میشه او را پاکاری کنیم. وقتی که ما به او میبینیم یعنی خود ما روحیه میگیریم و در این اوقات میتونیم همه کارها را انجام بدیم. بله بله دوست عزیز، دیگه شخو ما کار ندارم، مقصد اینه میری که گفتی خدا رو داغوش طبیعت بسپاریم، در این بسیار موافق هستم که همون جباریم از صبح تا شب فقط ساتری کنیم و خواه کنیم همونجا بازی کنیم. ولدی تو اصلا گپای مفیدی که میزنم بله، بله، گوش نمیده فقط در گپ خودت هستی. بله. آمدیم طرف دوست بعدی ما و میخوایم که خدا بر ما معرفی بکنه. در اول به نام خدا فاطمه جمیلی هستم، دانش آموز صنف نهم. بله فاطمه جان، خودت به ما بگو، خوب به ما بگو که ما در اوقات فراغت چه کارهایی را میتونیم انجام بدیم و یا چه فعالیتهایی میتونیم انجام بدیم. البته کارهایی را که من خوش دارم بگو. خب در دوران فراغت کارهایی را که انجام بدیم یا فعالیتهایی را که انجام بدیم بستگی به علایق خود ما داره. خب؟ که ما کارهایی را که دوست داشتیم اما وقت نداشتیم اون کارها را باید انجام بدیم. بله؟ میتونیم دایره فعالیتهای خود وسیع بسازیم، ماجرای جویی کنیم، کارهایی را که تانوز انجام نداده بودیم انجام بدهیم. برای دانش آموزان میتونن کلاس‌های آموزشی بگیرن در دوران فراغتشان، مثل کلاس‌های آموزشی هنر، زبان و یا هم و غیره. و دوران فراغت در دوران کرونا هست که خیلی مهم است که در دوران فراغت در کرونا باید بیشتر مهربان باشیم، چون مهربان بودن یک نکته خیلی مهمی در بحران است. و می توانیم در دوران فراغت در کرونا سینمای خانوادگی خود را ایجاد کنیم، با والدین ما می توانیم فیلم های آموزشی ببینیم، عکاسی کنیم، آشپزی و یا هم می توانیم فعالیت های جدیدی را یاد بگیریم و در نتیجه می توانیم کارهای مفید انجام بدیم. بله فاطمه جان، نیمه گپایت خواهید گپایت دل ما بود. خب بایزام دیگه اوف. سلام دوست عزیز، خودت به ما دوستکو به همگی ما معرفی کو. به نام خدا، مهدی نتخزاده هستم، متعلم صنف نهم. درست است مهدی جان؟ دوستای قبلی ما بر ما گفتن که چه کارهای خوبی را میتونیم انجام بدیم، ولی حالا شما بر ما بگین که چه قسمی میتونیم یک برنامه ریزی اساسی و کلی داشته باشیم. البته خب هر انسانی برای اینکه اوقات فراغت خود را به صورت درست استفاده کنه یک برنامه‌ریزی داره، بخصوص شاگردان مکاتب
که در تمام اوقات هفته مصروفن، مصروف تمام درس ها، از اوقات فراغتشان میخوان به وجه احسن استفاده کنن. خب ما اینجا میایم یک اصول کلی برای تنظیم اوقات فراغت داریم که قرار ذیل است. اولا اهمیت قائل شدن و توجه به اوقات فراغت و عمر انسان است، که انسان با اهمیت قائل شدن به عمر و اوقات فراغتش میتونه از او به وجه احسن استفاده کنه. و بعد از اینکه خب ما باید تلاش کنیم تا در جامعه ما اهمیت قائل شدن به عمر به عنوان یک فرهنگ ساخته شود، یعنی فرهنگ اهمیت قائل شدن به اوقات فراغت و عمر انسان هستم. و موضوع دوم برنامه ریزی دقیق هستم. هر انسانی میتونه با برنامه ریزی دقیق به اهداف خود برسه و همچنین اوقات فراغت که یک وقت بسیار مؤثر برای ایجاد تمام برنامه های دیگر در زندگی انسان مهمه، پس یک برنامه ریزی دقیق لازم دارم. و بعد از برنامه ریزی ما نیاز داریم تا یک مشخصات یا شرایطی برای برنامه های ما باشم تا بتوانیم ما برنامه ها رو به صورت درست انجام دهیم. یکی اولا خب باید اهداف ما، برنامه های ما واقع بینانه و معین باشد. دوما از تجربیات و گذشته بزرگان و فیلسوفان و دانشمندان دیگر باید استفاده کنیم که آنها چگونه از اوقات فراغتشان استفاده میکنن و همچنان با در نظر داشت تجربیات دیگران خلاقیت به خرج دهیم. و این بود از جمله شرایط برنامه ها. انواع برنامه ها ما هم داریم. انواع برنامه ها، برنامه های عبادی داریم، برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، که هر کدام اینها موضوعات مفصل است، یک بحث مفصل نیاز داره، که مهمتر از اینا برای اوقات فراغت همین گروهی موضوعات برنامه های فرهنگی است، تا کوشش کنیم از اوقات فراغتمان برای موضوعات فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم. و کودکان و نوجوانان نازنین، یک موضوع را به یاد داشته باشین به عنوان آخرین مسئله، مهمترین موضوع تفریح سالم است، تفریحات سالم. و من شخصا به این باور هستم که تفریحات سالم یکی از مهمترین و کلیدیترین بحث ها در اوقات فراغت است. حتی ائمه معصومین هم تأکیدی بر اوقات فراغت، تفریحات سالم در اوقات فراغت داشتن، که از او جمله یک روایت است که گفته شده فهذا ساعت تقدرون على ثلاث ساعه فانها اون على تلك ساعتين، یعنی به وسیله همین ساعت، یعنی ساعت تفریح است، که شما توانایی انجام کارهای دیگر را، مثلا با تمام برنامه های دیگری که دارین، توانایی همینا رو پیدا میکنین تا انجام دهین. پس تفریح سالم به عنوان یک یار همراه شما همیشه خواهد بود. خب مهدی جان، خودت کل موارد گفتی، اما در این موارد هیچ درباره ورزش کردن، چاچوری کردن، شوخی کردن هیچ کدامش نبود. خب من قبلا ذکر کردم که تفریحات سالم یک از کلیدی ترین موضوعات است که ما برای اوقات فراغت من داریم. مثلا تفریحات سالم شامل فوتبال کردن میشه، با دوستان بودن، مثلا در پارک رفتن میشه، تمام از اینا ساتیری کردن که ذکر کردم که یک از کلیدی ترین موضوعات است دیگه. ولی از تفریحات سالم یک کمی زیادتر میبود، خب در میشد. خب بازم تشکر مهدی جان از خودت. سلام دوست عزیز، خودت به من و دوستکو معرفی کو. به نام خدا، اسم محسن نظری است، معلم سنف 8. بله محدثه جون. بله محدثه جون، میشه برای ما بگی که ما چه قسمی میتونیم برنامه ریزی بکنیم، یا چه قسمی میتونیم اوقات فراغت ما را روی درس خواندن ببریم، و چه قسمی برای درس خواندن و مطالعه کردن برنامه ریزی بکنیم؟ خب اوقات فراغت تنها اوقاتی نیست که بشینیم تنها فیلم نگاه کنیم یا تفریح کنیم. در اوقات فراغت ما باید تحقیق کنیم، مطالعه کنیم. مثلا اگر یک مضمون مشکل داشته باشیم، درباره اون مضمون تحقیق کنیم تا سطح آگاهی ما بالا بره. و باید کوشش کنیم در پهلوی کتاب‌های درسی، کتاب‌های علمی و آموزشی دیگر هم بخونیم تا بتانیم در آینده ما یک شخص مفید بر جامعه شیم. نظری همه دوستای ما رو شنیدیم در مورد اوقات فراغت، و نظری فولیو دیر هم که شنیدیم. فولیو دیر نظرت که تغییر کرده؟ نه نظری من تغییر نکرده خجل جان، اونمون نظری که داشتم اونموش تک. خب بله، ولی آنه میریم استیدیو خیلی فاطمه جانو بیشترم گپ میزنیم درباره از این موضوع. بله پس بریم استیدیو، امیدوارستم نظر تغییر بکنه. بریم فولیو دیر. درست از دوستایی بود از گزارش این هفته ما، خدا کنه که خوشتان آمده باشه دوستکا، اما من بیشتر بعدتون توجه میتوم. بله پس تا گزارش هفته دیگه، خدا نگهدار. خدافظ.